گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است در حال حاضر کانون درگیری‌ها در غرب و شمال موسل تمرکز دارد. یگان‌های ارتش عراق با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه موفق شدند آخرین جاده اصلی در غرب موسل را نیز از دست داعش خارج کنند. گزارشی در این باره. ارتش عراق میگوید برای پیشروی به طرف شرق موسل از طریق وادی الحجر و برای رفتن به شمال از طریق المنصور و الشهدا با سلاح‌های ضد تانک و تکتیراندازهای داعش روبرو هستند و صدای انفجارهای پی در پی فضای نیمه غربی موسل را پر کرده است. یکی از فرماندهان ارتش عراق تلفنی به خبرگزاری رویترز خبر داده است که یگان 9 ارتش عراق هم‌اکنون تنها چند کیلومتر تا دروازه شمال غربی موسل فاصله دارد. ارتش عراق در نظر دارد حلقه محاصره داعش را تنگتر و تنگتر کند. ساکنان موسل میگویند از روز سه‌شنبه نتوانستند از بزرگراهی که در کنار دروازه شهر قرار دارد استفاده کنند. این بزرگراه موسل را به تل عفر که یکی دیگر از مناطق باقی مانده تحت کنترل داعش در 60 کیلومتری غرب موسل و سوریه است وصل میکند. بخش عمده شرق موسل از 2 ماه پیش که سرانجام در پی 100 روز جنگ از دست داعش خارج شد، کماکان در کنترل نیروهای عراقی است. شکست داعش در موسل به معنای از بین رفتن کل شاخه داعش در عراق خواهد بود. ابوبکر البغدادی رهبر داعش برای اولین بار در سال 2014 از مسجد جامع قدیمی شهر موسل موجودیت گروه موسوم به خلافت اسلامی را اعلام کرد. ائتلاف به رهبری آمریکا در حال حاضر به سرعت تلاش می‌کند جنگجویان داعش را پیش از آن که جایگزین شوند از بین ببرد. ژنرال عراقی عبدالوهاب السعیدی، معاون فرمانده خدمات ضد تروریستی عراق از جنوب غرب موسل می‌گوید بسته شدن بزرگراه غربی موسل به معنی آن است که داعش اکنون در مرکز تحت محاصره است. هنوز چند تا از شبه نظامی‌ها با سلاح‌های ضد تانک و تک‌تیراندازی باقی موندند. خیلی هاشون کشته شدن، اما اونهایی که هنوز در محلهای مسکونی موندن با پیشروی نیروهای ما یا کشته میشن یا مجبورن عقب نشینی کنند. ژنرال آمریکایی استیون تانزند نیز ابراز امیدواری کرده تا 6 ماه آینده هر دو قرارگاه اصلی داعش در موسل عراق و رقه سوریه از کنترل داعش خارج شود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.